سلام، صبحت بخیر، چطوری؟ البته روزت بخیر دیگه، به خاطر اینکه حالا اینجا ساعت 10 صبح، منم تازه خواب بیدار شدم، دارم میرم قبرس. چند ساعت دیگه باید برم قبرس، یه سفر خیلی هویی شد و یه سفر کاری دارم به قبرس. بعد فکر کردم، گفتم خب چه خوبه که تو هم بیای با هم دیگه بریم، شاید اینجوری بیشتر خوش بگذره. گفتم همینجوری که دارم میخوام یه قهوه درست میکنم بخورم، یه کوچول سر حالشم و اینا، یه زنم استاد توضیح بدم که بدونی چه خبره. من با آرمان و پویا یه بیزنس مشترکی داریم و اینکه داریم میریم قبرس واسه اون بیزنسه. یه دو سه ساعت دیگه باید بریم فرودگاه، ستای با هم دیگه میریم قبرس. من قبرس هم تا الان نرفتم و شنیدم خیلی جای خوشگل و باحالیه. البته قبرس مال ترکیه میریم دیگه، قبرس شمالی. با هم دیگه بریم حالا ببینیم چه خبره دیگه. چمدونم و همین الان دیگه خیلی تند و سری جمع کردم، میخوام بهت نشون بدم. یه دونه استابلایزر دوربینم فقط دارم میبرم، یه سری کرم و نمیدونم مسواک و این جور داستانا، نخ دندون و اینا. اینم قبرس آرمین است، دزدیدم دارم میبرمش. قبرس بنفش، قبرس خودم یادم رفت فهمیدم. اینم که لباسام و ایناست، اینم کیف دوربینم، فقط عینک و یه دونه لنز اضافه برداشتم، شارژر مارجر و اینا. با خودم قهوه برداشتم که اگه اونجا نبود قهوه داشته باشم، چون این معتاد به قهوه‌ام. اینم که دیگه شارژر مارجر و دستکش و این جور داستانا دیگه، همه جا قهوه. یعنی فقط اون کوله رو میندازم رو دوشم، این چمدون کوچولو رو که میگیرم تو دستم، بعدم میدم تو بار راحت میشم. پسرم هم که مثلا همیشه با همه و میخواد بهمون کمک کنه که این سفر رو منو تو بتونیم با هم دیگه بریم. ببینیم چی اینجاست. سلام، چطوری؟ خوبی؟ بار سفر رو بستی؟ بریم واسه سفر بعدی. آقا پویا چی شد؟ تو به من یهو زنگ زده، آرمان یهو به من زنگ زد گفت پویا جامون. من گفتم خودی ما اصلا نرفتیم چه چی جامون. چی شدش واقعا پویا؟ واقعا؟ نه بابا، همین اول سفر تلفات دادیم. با تقریبا 17 دقیقه دیگه میرسیم فرودگاه سبیها. ما رسیدیم دم فرودگاه، دم فرودگاه سبیهاییم. من و آرمان اومدیم فری شاپ خرید، مثلا اینا رو دیدیم هول شدیم. حالا میتونم برشون نشون بدم، شاید یوتیوب گیر بده. آرمان که داره قاچاق میکنه، منم یه سه تا برداشتم، حالا برشون نشون نمیدم. ولی کوکتله دیگه، کوکتله مثلا باحاله. موهیتوه یکیش، یکیش مثلا کوکاکولاه، یکیش هم پیچ بودش، هلو بودش. چی کار کردیم آرون؟ ما هول شدیم مثلا اینا رو دیدیم. موجیتو بزنیم اولیشو. آقا سلامتیت، این سفر اینجوری شروع شد. آره اینجوری شروع شد، چجوری تمام میشه؟ الان یه اتفاقی افتاد، پرامون ریخت. پویا زنگ زد گفت من رسیدم در فرودگاه. هم گفتم خب ای بابا بیا تو اینا، بعد گفت پاسپورت هم یادم رفته بیارم. آرمان الان کارت بزنی خونش در نمیاد. گفتم پاسپورت هم یادم رفته بیارم، بعد یه مسیر دو ساعت و خورده ای اومده، یعنی الان بعد یه مسیری و اگه بخواد بره تا خونه دوباره پاسپورتشو برداره بیا هلوشه. الان چون ترافیک هم از 3 ساعت و نیم مینیمم طول میکشه، بعد یعنی به پرواز بعدی که آخرین پرواز امروز ساعت چند؟ 7؟ پرواز خودمون هفته، پرواز بعدی 9، یعنی به اونم نمیرسه. قرار سفر کاری تو، ولی پویا نیاد اشغالی میشه. خودمون ما رد شدیم، داریم میریم به سمت هواپیما. یه چیز عجیبی که اینجا هست، سری تاکسی ها اینجا بنزن، یعنی یه سری که نه، همه تاکسی ها بنزن اینجا. خیلی جدی حرام. آرمان جون داداش، آوردم یه جای لکچری ها داداش دیگه، با بنز میخوام بریم. ای فرمونش هم راسته، حرام فرمونش راسته. رسیدیم داداش هتل بالاخره، بعد از چندین و چند ساعت. خیلی گرمه هوا، اینقدر گرمه که تو اصلا با تیشرت جدی داری با تیشرت میاری تو زمستون. هتل هم بدک نیست، خوبه. حالا اون داره این موزیکی که داره پلی میشه کپی رایت نخوره، ولی حالا هتل اوکیه، بدک نیست. فکر کنم یوز آلتی میشه این بر. آره این بری اتاق تحت هم انداختن اون شیطون بله ها. آرمان جون یه روم تور بگیرم. خب بچه امروز روم تور داریم با آرمان بی.
این واحد یه واحد یک به اضافه صفر استدیو یه دو خواب داره یه خواب داره یه دو خواب این ور یه خواب این ور ال جی رو داریم اینجا تلویزیون ال جی 25 برند دکور داریم اینجا دکوریشن همو دستشویی رو داریم ما توالت داریم بچه ها تو با میتونین برین ریدن آزاده حموم فوق العاده لاکچری داریم حموم داریم و با سرویس کامل بریم نهار رو میگم نهار واقعا نهار منم خیلی گشتم دارم سوراخ میشم بریم ما از هتلمون پرسیدیم گفتیم کجا بریم غذا بخوریم اینجا رو معرفی کرد اسمش ازیچه حالا بریم توش ببینیم چجوریه قیافش که نظر خوب میاد اینجا رو میشه با حال از این بادوم زمینی واسمون آوردن گفتم میتونید در خودتون پذیرایی کنید تا غذا آماده شه این فایل گایز سعادت آره فایل گایز می آورد از این یادم آخر خیلی سال پیش رفتم ولی چه برگرای باحالی داشت ولی برگراش کوچیک بود از اون بری فایل گایز خیلی خوشمزه بود خیلی خوشمزه بود ما اومدیم صبحانه هتل اصلا فکر نمی‌کردیم این شکلی باشه خوبه خدایی اصلا به استایلش نمیخوری همچین صبحانه ای داشته باشه منم پیدرس آره خوبه ولی میام که اینجاست من راضی هم واقعا از چیزی که فکر میکردیم خیلی بهتره اینا همه شما سه نفره ها ولی ماشاءالله سه نفره بخور دهنده ما دیگه حاضر شدیم داریم میریم راستی پویا دیشب نصف شب اومد بچه‌ها ما بچه‌ها گفتیم که آره بالاخره پویا رسید سه شب وای تازه بگو تو جاده اینا هم داشته میومده ماشین میگیره ماشین فرمونی سمت راست بوده نصف شب تو جاده ماشینیه که رنت کردیم یا مزداتیریه فرمون اصلا عادت ندارم از اون بر میشینی آره نم جلوشه ولی ماشین خوشگلیه ها ببینین الان راننده از این بر باید بشه گاز راسته نه گاز راسته خدا راسته اون عوض نه اون عوض نشده ولی چراغا این بر چراغا راست نه بابا حتی چراغ و چیزی آره چراغ میکنه. و راست این برای برف پاک کنیم میخوایی چراغ بدی و آب میپاشه وای اصلا عادت ندارم از این بر برم بشینم بغل راننده الان راننده کیه؟ الان من راننده باید باشم چه عجیب بگو دست چپ دنده رو چیز کنیم آره دستش همه چی یه جور دیگه است بچه ما اومدیم دانشگاه CIU خیلی هم دانشگاه خفنیه واقعا حالا این الان یه تیکه هاییشه دیگه اون برش کلی جا داره این مثلا الان ساختمون اینترنشنالشه اینترنشنال آفیسشه در واقع بچه ها این کافه رو ببینید چقدر بامزه است این کافه تو همین دانشگاه CIUه بعد یه چیز جالبی که داره همه چیشو با چوب ساختن بعد گفتن که ما اینجا هیچ گونه چیز مثلا پلاستیکی یا چیزایی که مثلا واسه طبیعت و محیط زیست آسیب میرسونه استفاده نمی کنیم تمام ظرف و ظروفشون همه چیشون چوبیه خود فضای کافر هم دانشجوها ساختن و میبینی خیلی باحال ساختنش ولی چیز مثلا عجیب و خاصی نیست ولی باحال دیگه مثلا این چیز پلاستیکی استفاده نمی کنن این چیزی که به محیط زیست و اینا آسیب بزنه استفاده نمی کنن بعد دیگه همه چیش هم مثلا سعی کردن با وسایل بازیافتی درست کنن دیگه میبینین همه چیش مثلا با چوبا و صندلی های بازیافتیه اینو نگاش کن آخه چقدر کوچولوه سلام علیکم خوبی؟ اینجا که الان پشت سر من میبینین نمای بیرون دانشگاه است بعد میگن که اینکه بهتر مهندسی ها و معماری ها و طراحی های قبرس رو داره شما هم ببینین چجوریه با حال به نظرم بدک نیستش این دانشگاه نکته‌ای که داره به اندازه دانشجو سگ وجود داره یعنی این دوتا که اینجا دوتا هم اونجا خوابیدن این دوتا هم که اینجا این معلوم سگ این سگ معلوم کفش کیرم دوزیده داره کفش که گاز میگیره ما اومدیم یه شام بخوریم اینجا اسمش هانگری هاوسه تو اینترنت زدیم دیدیم جای خوبیه امتیازش هم بالا بود حالا بریم توش ببینیم چجوریه
چی بخوریم؟ برگر؟ تو که برگر. منم فکر کنم برگر بگیرم، از اگر پروتئین هم داره. چه سیب زمینیه. به به، سیب زمینیش که جذاب. حالا ببینیم برگرش چه جوریه. به نظر مورد پسند قرار میگیره یا نه؟ من فکر میکنم باید بگیره. گوشت زده جوش گوشت زیاد میدی برای نقرس. آره دقیقا بعد این نقرس میگیری. ما قرودش که ساعت 9 از خونه بزنیم بیرون. خب قرود 9 بزنیم بیرون، بزنیم نشون از ساعت چنده؟ 9 به وقت ساعت 11:30. من هنوز چیزه این که تو اونور میشینی من اینور، من عادت ندارم همش میخوام بفرمی اون مثلا یه کاری کنم معذب هم مثلا اینور بشستم. اینجا چون فرمونش برعکس دندهش سمت چپه، یعنی تو باید با دست چپ عوض کنی، اصلا عادت نداریم. مثلا یه ماشین داشتن رو برن دیوانن اینا. بعد آره خیلی بد رانندگی میکنن اینجا. چرا باید یکی از این میده یکی از این میده ما داشتیم اشتباه میرم. من داشتم از راست رانندگی میکردم، اینجا باید از چپ برانیم. بعد جانبشو اون یارو فرمید من داشتم بهش چراغ میدادم که چرا داری از جلوی من میاد. آره من شاکی بودم یارو خندید. شهرشون هم باحاله ولی خوشگله. آره خدایی یه چیزی بین شبیه ایران و یونان و نمیدونم ترکیه و خیلی میکسه. بخش ترکیهش کمه ولی اینجا آره راست بیشتر اروپاییه. اروپاییه. یه ذره شهرم بهتون نشون بدم که گفتیم یه ذره قیافش فرق میکنه اروپاییه. آفریقایی هم زیاد. آره خیلی پر آفریقاییه شهر، همه سیاه‌پوستن. شهرشون هم پر از نخله، یعنی کلا کشورشون پر از نخله. حالا نمیدونم یا اینجا نخل رشد میکنه یا اینکه اینا خریدن. نمیدونم خریده باشن نه چون خیلی گرونه نخل. اینجا رو ببینید چقدر خوشگله. یه هتله که هم هتل هم کازینوه. اینجا موزه ماشین قبرسه که متعلق به دانشگاه نیریسته و شما میتونید با 150 لیر بلیت اینجا رو تهیه کنید. اتاق بنز و من عاشقشم. SL600 قدیمیه ولی من خیلی دوستش دارم. این حالا یه ذره جدیدترشه باز. این ستا رو ببینید چقدر خوش رنگ و باحاله. خیلی خوشگله. من بودم بین این ستا این وسطیه رو برمیداشتم بخاطر اون موتورش که اون هواکشش که رو کاپوتشه. حتی کالسکه هم داره خیلی خفنه. ماشینه رو ببین رو دیواره. موتور هم مثل که موتور جنگ جهانی و ایناست. اینا رو ببین چقدر قدیمی هن. چقدر قدیمی و کوچولو هن. این کالسکه میمونن. هشما ماشین پلیس رو ببین چه لذتی داره رانندگی با اینا. آها این هم که مثل که ماشین مخصوص خود صاحب اینجاست، دکتر فاضل کوچوک. این لامبورگینی رو ببین چقدر خوشگله قدیمیه. فکر کنم لامبورگینی گالاردوه. این هم که مثل که ماشین بتمن بوده. نمیدونم حالا واقعا بود یا نه ولی مثل که ماشین بتمن بوده تو فیلمش. این برم که فراری خوشگل. واقعا من عاشق این چراغای فراری هم که اینجوری پایین میامد بالا. چرا دیگه جدیداش این شکلی نمیزنه؟ حیف این فراری نبود گذاشتنش رو دیوار. ما رسیم دانشگاه نیریست. ساختموناش از اینجا شروع میشه. اونا همه مال نیریسته. اینا همه همینطور. خیلی جای بزرگه، یعنی کل فضاهای اینجا رو که ببینی تا اون مسجد و اون پشت و اینا همه شون مال این دانشگاه است. این هم که ساختمان دندانپزشکیشه. این هم که آرمان بیه. سلام چطوری؟ بریم دندانپزشکی. آره
ما الان کارمون تموم شد، ساعت 5 بعد از ظهر فکر کنم 11 اینا تقریبا رسیدیم اینجا. نه 11 که نه، 12 و نیم بودش فکر کنم. ببین یه دلیل اصلی که کارمون خیلی طول میکشه اصلا قبرسیا، چیزی که من فهمیدم یه عادت بدی که دارن حالا چه قبرسیا چه بقیه خارجیایی که تو قبرسن، هم خیلی شل کار میکنن، خیلی احساس کنم تنبلن و اینکه بیشتر از اینکه کار بکنن حرف میزنن. یعنی طرف مثلا تو میری مثلا یه پروفسوری میاد بهت مثلا کلینیک دندونپزشکی نشون بده، خب به جای اینکه تو کلینیک دندونپزشکی نشون بده و چیزی که تو میخوای بهت نشون بده و راجبه چیزی که تو میخوای باهات صحبت کنه، مثلا خودش تعریف میکنه، من این کارو کردم، من اون کارو کردم، ما اینجا اینجوری کردیم، ما اونجا اونجوری کردیم. یعنی آدمایی تو قبرس بیشتر به جای که کاری انجام بدن حرف میزنن، خیلی صحبت میکنن، خیلی حرف میزنن و یعنی بیشتر تایم ما به حرف زدن بی خودی میره. یعنی چیزی که واسه من خیلی تو قبرس اذیت کننده بوده تا الان اینه که آدما به شدت حرف میزنن، خیلی حرف میزنن و من احساس میکنم چون اینجا جزیره کوچیکه و آدم ها انقدر همون میبینن حوصله‌شون سر میره، یه سر آدم جدید میبینن خیلی دوست دارن واسش حرف بزنن و اینا. این خیلی خسته کننده است واسه من حداقل. و اینکه حالا امروز هم با تمام این داستاناش تموم شد. امروز روز آخر سفره من و آرمانم. هلو، من و آرمانم داریم میریم زر تو شهر بچرخیم و ویدیو اینا بگیریم، دیگه داریم برمیگردیم استانبول دیگه. ولی کلا خیلی جای باحالی بود، من که با قبرس خیلی حال کردم و حتما بیشتر میام. بیاید بریم از این ویو خوشگلم دل بکنیم، خیلی باحال بود ویو اتاقمون. ولی دیگه باید بریم. این ببین قشنگ نتیجه اتاق سه تا پسره بعد از رفتن. حالا دخترها مثلا اتاق مرتب، همیشه خیلی مثلا شیک و همیشه مرتب، مثلا این وضعیت اتاق ماه. بچه ما اومدیم گیرنه کالسی، یعنی قلعه گیرنه، و اینجا قدیمی ترین قلعه شهر گیرنه و قبرسه و اینکه جایی اصلا نماد کشور قبرس هم هستش این قلعه. حالا میریم الان کلش رو بهتون نشون میدم. اینجا بغل یه بندرگاهیه در واقع، یه آره یه بندرگاه خیلی خوشگلی داره که قلعه اون بره، این برم بندرگاهی که حالا شما دارید میبینید الان. بعد این قلعه رو خیلی استراتژی ساخته بودن و یه جور ساخته بودن که بغل در واقع بندرگاه باشه که هم بتونن که مواظب باشن دشمنی چیزی مثلا حمله کرد حواسشون باشه بتونن دفاع بکنن. همین که تجاری ترین بندر در واقع قبرس بوده اون موقع. حالا بچه خود این قلعه گیرنه است، گیرنه کالسی. حالا میرم الان توش هم بهتون نشون میدم. اینم که این بندرگاهیه که داشتم بهتون میگفتم، میرم که آرمانه یک سرباز گیرنه‌ای. اون رو به رو هم که میبینین قدیم همه خونه سربازا و آشپزا و این داستانا بوده، ولی خب الان همشون شدن هتل دیگه، شدن هتل دم این بندرگاه و دقیقا روبروی قلعه. اینجا رو ببین چه خبره. فکر کنم اینجوریه که از این کشی تفریحاست که میبره مثلا دور شهر رو اینا میگردونه، موزیکی نداره. بچه ما بلیت قلعه رو گرفتیم، نفری 50 لیره بلیت، حالا وای نمیشه، نفر 50 لیره بلیتش. این شکلی جلدرش هم میفروشن. ما الان چیزی که فهمیدیم یه مال زمان بیزانس، سردرش رو چه خوشگله. اینجا رو ببینین چقدر خفنه. بله ما الان رو دیواره قلعه این. بعد حالا اینو ببین، از این دستگاه بوده که تیره تیر کمو توش میذاشتن تیر میزدن، از اون دستگاه است، خیلی خفنه. اینا رو نگاه کن، یه اومدن پرام شبیه این سگای ارتش بودن. سلام، چطوری؟ نخوری ما رو. شبیه سگای ارتشی بودن قدیما داشتن سرباز و اینا، اون شکلی از سیاه یه دست. چقدر خوشگله. شما میایین دنبالمون دیگه؟ آره هر جا میایم. اینا ببین، نمیدونم یا خیلی از ما خوششون اومده یا خواهم ببینم ما داریم چیکار میکنیم، چون جدی جدی ما هر جا میریم دارن میان. بچه ما اومدیم طبقه بالای قلعه و خیلی قلعه بزرگ، یعنی همینجوری که پشت من میبینین خیلی قلعه بزرگه. ما حالا فهم کردیم کوچیکه. بعد یه چیز خیلی جالبی که اینجا داره، اینجا زمان رومیان ساخته شده، بعدا توسط بیزانسیا توسعه پیدا کردی. خودتون میدونین چقدر قدیمیه، یعنی یه جورایی میگن که این قلعه مال 300 سال قبل از میلاد مسیح در واقع. بچه ها اینجا رو ببینین چقدر خوشگله. قبرس واقعا جای زیباییه به نظرم.
ما اومدیم این برجک بالایی قلعه، خیلی خوشگله. اینجا هم که دریاست، اونجا هم که بندرگاهه، اونور میشه به سمت شهر قبرس. اونجا شهر خوشگل شده، نور خورده دیگه. احتمالا میریم به سمت فرودگاه و بریم استانبولیه.